پایم چیکار می‌کنی؟ دیدم زنبوره رو تو هوا میگیرم. آقا مخلصی، اومدیم یه روز عادی در زنبورستان رو به نمایش بذاریم. ببینیم زنبورایی که بهشون رسیدیم اومده طبقه دوم و تخم ریسته ریخته در چه حالی هن. ای نگرفتی داشت تخم میریخت الان دوباره بذاریم ببینیم خونه بعدی میره. باش مرکه شده اقید دروشت آقایم تریلیه. بسم الله خبر خونه بعدی برو 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 خانم نمیتونه بیچاره برو تخ بریزه اونقدر که دروشت. نه اونور نرو رفت. ای بای این یه ذره هوا گرم اینجا دیگه استرس بشته. تخریزی کرده نه؟ همه رو تخ میکرد. بسیار زیباست. میبینیم چه خبره در چه حالی هم. وقتی که طبق دوم میبینی آخرین قابی که توی کندو از تخم ریزی شده یعنی چی؟ یعنی اینکه این کندو داره میدوه. وقتی داره میدوه ما باید بهش فضا بدیم، بهش باش بود دویم. این اصله، این اصله رو میچسبونیم آخر. آقایم یه سلام عرض دارم. گفتیم روتینه طبق بذاری. خب سلام خدمت همه دوستای عزیزمون توی یوتیوب، اینستاگرام و از هر پلتفرم دیگه‌ای که ما رو می‌بینی. خیلی مخلصیم، دم همتون گرم. امروز 9 اردیبهشت ماه، چقدر دقیق گفتم. نه امروز اینو ارسالی داشتیم، به خاطر همین میدونستم تاریخ امروز چنده. امروز 9 اردیبهشت ماه سال 1402 و ما هنوز با قدرت در کنار شما هستیم و ممنونیم از شما که با لایک هاتون، با کامنت های زیباتون، با بچه های جدید که تا دوستان جدید که تازه وارد پیج ما، کانال ما میشن، انرژی به ما میدین واسه ادامه کار. خیلی مخلصیم، با ما همراه باشین. امروز قراره یه روتین کلی این که تو زمرستان چی کار میکنیم، میچرخیم، دور میزنیم، بازی میکنیم یا هر کار دیگر رو با هم دیگه کنار هم داشته باشیم. چند تا رو گشتیم، چند تا رو دیدیم، گفتیم بیایم یه ویدیو هم بگیریم برای شما از بقیه که داریم میگردیم. اومدیم اینجا اول کار کندوی کارنکار دیدیم، طبق زدیم ولی یادمون رفت واسه تفریم بگیریم. اومدیم سر این یکی کندو. این کندو فکر کنم ایتالیایی باشه. ملکش دیدین که همچین کشیده خوشگل. اگه یادتون باشه فکر کنم اگه ویدیو قدیمی رو می‌بینین کلاً اینقدر بود. یعنی 4 قاب با یه دونه شیرخوری بود که ما تونستیم با گرده گل شربت پروبیوتیکی به اینجای کار برسونیمش که الان حدوش 14-15 قاب و 15 همین قاب تخم. یعنی چی؟ یعنی این کندو جواب گرفته اون همه کارهایی که ما انجام دادیم. حالا هم اومدیم دیدیم با این وضعیته، میبینیم تو طبقه دوم یه قاب کامل اصل پر. البته من بهتون بگم شهد و گرد خیلی عالی داره وارد میشه، به خاطر همین اومدیم دیدیم شهد و اصل پر، تخم ریزی ملکه داره پول میترکونه. وقتی یه همچین اتفاقی میفته تو این وسط شما باید سریعا به کندو فضا بدین. فضا رو چوری ما میتونیم بدیم؟ با پوکه نه، الان زمانش نیست. با چی الان زمانشه؟ برگمو. پس میایم و بهش فضا میدیم، اینجا رو یکی در میدیم. مشکلی نیست دوستان، اینجا زیاد مثل طبقه اصلی، مثل بدنه اصلی اونقدر حساسیت نداره که شما بخواییم به خرج بدیم بگید نه این باید حتما به ترتیب باشه. نه اینجا بهش بدیم دیگه میبافه توی این وضعیت شهد و گرد. آخه اینا مال پری روزم، مال 2-3 روز پیشم. دیدین همه شون تبدیل شدن به لاروای خیلی کوچولو موچولو. دیده نمیشه. آره با پر از ژل رویال. و دلیل ژل رویالش هم انقضی یادی که اینکه صحرای عالی داریم، دو اینکه زنبور سلامت کامل و اصلا مهمتر زنبور نژاد ایتالیایی کلن ژل درست حسابی به واسه لاروا تولید میکنه. اما مشکل اینکه شما باید تغذیه هم درست قبل از این بهش رسیده باشین تو موقع زنبور سازی که زنبورتون بتونه واقعا هندل کنه اون همه شهد و گرد. وقتی میگم زنبور میدوه یعنی نکن این زنبور از من جلوتره. وقتی که از ما جلوتر باشه داره به ما یه چیزی میفهمونه که آقا
اگه حواست نباشه من بچه میدم و خیلی ریلکس اصلا تعارف نره با تو. میگه آقا نمیرسی به من، اوکی من جمعیتم میره بالا دیگه فضا ندارم، چجوری چجوری فضامو درست میکنم؟ میام بدین بچه میدم، خیلی خوشگل توی وسط بهار تو اوج شهدگرد میرم، نصف جمعیتم با خودم میبرم، حالا تو بیا بشین قصه بخور که آی من نتونستم اصل بردارم، چرا زنبور من بچه داده؟ چرا بچه داده؟ دلیلش اینه. یه دونه دیگه هم میخوام، یه دونه دیگه هم بیاریم. این نوع برگه دادنی که ما داریم برگه میدیم، زنبور اونو میشناسیم و دوستان من اینقدر زنبور چند تا برگه دادیم؟ دوستان بشمارم شیشتا نه پنج تا دیگه، پنج تا برگه دادیم. دلیلش چیه؟ چون که قبلا تست شده این کندو، سه بار ما این کندو رو تست کردیم، بهش یه برگه دادیم بافت، دو برگه دادیم بافت، سه برگه دادیم عقب نیفتاد بافت و از ما جلو زد. عین این که بهش سه تا برگه همزمان دادیم زنبور از ما جلو زد. این زنبور یعنی چی؟ یعنی توانایی برگه تعداد بالا یهوی واسش گذاشتن رو داره. پس وقتی که داره ما هم اینجوری بهش فضا میدیم، نه اینکه یه کندو رو شما بهش یه دونه برگه میدی یه هفته طول میکشه به وافه، اون به درد نمیخوره اصلا. از زمان کندو اصلا هیچ فایده ای نره نگه داشت، ولی خب حالا دوستان بعضی ها دارن ناراحت نشن، ولی در کل کندو باید توی این موقع سال باید اینجوری باشه. اصلا مهمتر نمیذارین این بمونا، مون ناراحت میشم از دستتون. این نمیمونه، اگرم توش تخم بود نمیمونه، اگر توش عسل بود نمیمونه. دلیل داره، یه قاب زنبور روش معطل، و اون یه قاب زنبور باید بره روی یه دونه قاب برگ موم شروع کنه به بافتن. پس اگر مون از دستتون ناراحت میشن. خدا این از این. و من یه عادتی دارم آقا، یه عادت من نمیتونم ترکش کنم، زمانی که تو طبق شیر خوری میذارم یه برگ موم بهش میدم کنارش، دست خودم نیست، میگم یه سری زنبورا تو کندو بیکارن با اون که همه رو دارن میبافن، اونایی که بیکارن میان شروع میکنن اینجا بغل کار کردن، میذارمش همینجا بمونه. به این کندوهایی که انقدر جمعیت دارن توی این فصل شربت نمیدیم، دلیل داره. این کندوها واسه تولید عسل هستش، این کندوهایی که تولید عسل هست ما به شربت نمیدیم، چون که خودش توانایی جمع کردن شهد و گرد رو داره. اگر خیلی با کندوتون ور رفتین اینقدر الان به بچه‌ها نشون بدید ملاقه نیا کنین، اگر با کندوتون خیلی ور رفتین ترکوندینش، نیا کنین یه ملاقه کمتر حتی بهش میدین که تمام. از استرسش کست اصلا نیازی نیست شما به شربت بدید، این کندو باید خودش غذای خودشو تأمین کنه، اون کندو باید رو پای خودش دیگه وایسته. یه کندوی دیگه عجیب غریبی ما همین کندوی بغلیشه، این خیلی جذابه. بذار من یه ذره خسته شدم، بده من آبرسام من بقیه رو بگیرم. بریم ببینیم چه خبر. خوب این سابسکرایب کردیم، یادتون نرفته که سابسکرایب کنیم. بیه برشی میگیم آقا اصلا لایک کنین کامنت بذاریم. سیستم یوتیوب اینجوریه که وقتی شما لایک میکنین کامنت میذارین، اینو فکر میکنه که این خیلی چیز مهمیه، بخواد دقیقاً هم چیز مهمیه، به بقیه نشون میده. این اطلاعات آگاهی به همه میرسه، خیلی باحالیم. بریم ببینیم این چطوره، از این ور باز کنیم، بعدم بریم از اون ور باز کنیم. این آقا پیام دیروز بهش قاب داده و بذار ببینم یه دیگه کنم. کندو کندوی کارنیکاست، آروم و بدون دغدغه. اضافه هم ازش قاب گذاشته و ایشون هم سنگ تموم تخم هم رو تو ملک گرفتمش. بچه ما الان دو تا کندو باز کردیم به شما نشون دادیم، ملکه رو قاب آخره. به نظر دلیلشون چیه؟ میتونی برای ما بنویسین دلیلش تو کامنت ها؟ آقا چرا ملکه ما دو تا کندو باز کردیم، دو تا کندوی قبلی و ملکه تو طبقه تو قاب آخره، نظرتون چیه؟ این هم ملکه زیبای کارنیکاه.
من گوشیم داره زنگ میخوره، داره ویدیو میره. آب هم قطع شد. اگه بدونین دلیلش چیه برامون کامنت کنین که چی میشه که ما دو تا کندوی قوی رو باز میکنیم و ملکه رو قاب آخره تقلب برسونه. من نگم یا بچه خودشون بگن. بس من فکرم تو قبلی گفتم. تو قبلی گفتی؟ نگفتم؟ نمیدونم. قاب کوچیک هم نهاریم، باید این قاب کوچیک بیاریم. الان نه بردیم پایین همه رو؟ نه. آقا مخلصیم قاب بردم، یه دونه قاب میذارم بغلش ببینیم خدا چی میخواد. انشالله که بباد. چرا بزرگی تو؟ استاندارد های لازمه داره. خب کندوی بچه همون بینیم چی کار کرد. کندوی بچه که گرفتیمه آقا، این الان نیاز داره، یه دو سه بار مرده بودندش، نیاز داره به شربت. بچه چرا نیاز داره به شربت؟ این کندوی ضعیف که اینجوری هم احتیاج مبرم دارن به شربت دهی و تغذیه. ما این کندوها رو تغذیه میکنیم، باید تغذیه کنیم و اینا دوباره اثر نیستن. نیزه نفس نفس هم میذارم بسته شدم. یه ملاقه شربت بگیم میدیم که خودشو پیدا کنه. خب این کندوی برای کندوی بغلیش اصلا واقعا پیام قرار گذاشتیم اصلا ملکش عوض کنیم، ولی ملکه نداشت. آخه چی بگم، توی راندمان‌های بالای کاری اگه بخوایم به دست بیارین، مثلا نگاه می‌کنیم که ما این همه اینا پنج قاب بودن، چهار قاب بودن، سه قاب بودن، همه این چند تا آخر چهار و پنج قاب بودن، دو قاب بودن، سه قاب بودن، این کندو حتی دو قاب بود. آبا من میکروفون نهارم و صدا میاد. فکر کنم من اینجوری دارم اینجوری وایستادم تو صدات بیاد. همه اینا رسیدن طبق، این هنوز هیچ کاری نکرده. این کندو هنوز هیچ کاری نکرده. ته کاری که تونسته انجام بده از سقاب شده هفت. این اصلا هیچ ارزشی برای ما نداره این کار. شما الان باید طبق بودی دوست من، چرا نیستی؟ چرا نمیخوای پیشرفت کنی؟ من الان شما رو با طبق میدیدم. چهار تا به جمع بذارم میبافا، ولی وقتی که الکی خرج و داریم زحمت الکی براش میکشیم، این کندو باید به نظر من لارم داره، ولی این ژل درستی توش نیست. آفایم دیده نمیشه. من ملکش به درد نمیخوره. من احساس میکنم ملکش اون قدرتی که باید داشته باشه رو نداره. نظر شما چی آقایم؟ دقیقا این کنده ما به شربت هم میدیم، بکنیم به اونا هیچی هم نمیدیم، به این شربت میدیم، به این که گرده دادیم، کلی به براش هزینه کردیم، ولی یعنی این ملکش بذار بگم چرا ملکش زور نداره. شما قد و هیکل اون دو سه تا ملکه دیگر رو با این مقایسه کنید، هیکل این کجا، هیکل اونا کجا، خیلی تأثیر داره. آفرین. اونا هیکل های درشت، ملکه های خیلی خفن. این ملکه ملکه نمیدونم، شاید پیره یا حال یا خوب جفتگیری نکرده، اسپرم درست حسابی نداره. شما امکان داره تو دو سه روز آینده اینو بکشیم، بکشیم و یه دونه ملکه جدید بدیم. اینجا رو هم نگاه کنید، این شفیره است. شفیره عالی یا نمیگم بده، ولی این شفیره یه دستی توی این موقع سال نیست و کامل میشه فهمید دیگه. یه شفیره رو باز کنید میشه فهمید که زنبور سالمیه، درست تخم میریزه ملکش یا نه. اینجا اضافه بر سازمان بافتن تخم نره، تخم نره.
بکنم. جدا کنم. خب یه کار دیگه ای من میتونم پیشنهاد بدم به بچه ها برای انجام دادن برای این کار. بچه ها بیاین این کندوهایی که به درد نمیخورن و اینجوری هنو خوب نه اصل نگاه هیچ اصلی هم نه اصل نمیارن، بیاین شما بهش چیکار کنین؟ داره میباه بذار یه دونه مشخواهم بقیرش بده. بیاین اینا رو قوی کنین. چجوری؟ اینا رو بهشون قاب بدین، بهشون شربت بدین، بذارین قویشن، بعدش بیاین همینا رو تیکی تیکی کنین، ازشون بچه بگیرین، اصلا خوردشون کنین. خورده خورد منظور که از نظر ذهنی خورد نکنین، از نظر فیزیکی خوردشون کنین، تبدیلشون کنین به کندوهای دوقابی و بهشون ملکه جدید بدین. این یکی از راه کارش به نظر من میتونه جواب بده. این زنبور ضعیف ما قوی میکنیم، بعد ازش بچه میگیریم، بری راحت میزنیم میتری کنیمش. بریم این کندو هم ببینیم، چند تا کندو ببینیم. آه پیام یکی دیگه ببینم. این کندو به نظر نیاز به قاب داره یا نه؟ باید طبق بش بدیم. با طبق بدیم نه؟ بچون نشون بدیمش. طبق هم افتادیم که خب طبق آوردیم داریم. بیاد بیتی کنیمش. میخوایی من واسه فرامو بشو بگیر. نه نه چی شد؟ قسمت طبق دادن یکی از قسمت های مورد علاقه من که زنبور رو اذیت میکنیم. اگه بذارین اینا تو کندوتون ببونه ناراحت میشم. آقا من با اینا مشکل دارم، مشکل من منطقیه، هیچ کی نمیتونه بگه غیر منطقیه. مشکلش با بذار تو طبق. آره بس یه نگاه بندازیم به داخلش ببینیم دنیا دستی کیه این داخل. حالا اینقدر که جمعیت داره کارایش هم نسبت به جمعیت هست یا نه؟ بعضی بچه ها میگن آقا جما جمعیت داره کنم ولی کار انجام نمیده. این دقیقا همون موضوعی که دارم میگم، بازدهی اصل همراه با شفیره داره میشه کم قاب آخر. یه جانس اصل رو نگاه کنید، این سومین کندویی که میایم میبینیم قاب آخر هم خوب شفیره و لارو لاروای سمبالا ملکه بعد از اینجا میره پایین که دوباره اونایی که در اومده رو تخم بریزه. یعنی اینجا رو حداقل 5 روز پیش فکر کنم در 6 روز پیش اینجا رو برو تخم ریخته. این اصل کامل اصل کامل اصل بازم نیا کنیم یکی در میاد. من اصولا یه عادتی دارم این قابی که همش اصله رو میدم بره بچسبه این آخر، شفیره رو نمیدم، شفیره رو وسط نگه میداره. این هم دیگه بخاطر بچه ها توش تخم ریخته و اصل هم هست. یعنی امروز ملکه همین دوربرا بوده، بازم طبق بالا بوده. اینا رو اینجوری میذاریم ما بینشون آب میدهیم. این کندو هم مثل اون کندو اولیه هست که دیدیم، ما به این کندو 3-4 تایی قاب دادیم و همه رو بافته و البته جز کندوهای بدقلق هم بود اول کار. بدقلق از لحاظ بافتن جمعیت رو چه جمعیتش باقرز یکی چند تا باید بدیم؟ 1, 2, 3, 4, 5 یعنی فیکس باید 5 تا ما
کاب بزنیم. بچسبون که اون از ایج وقت بچه ها برگیمو به دیواره نچسبون. چسبوندین یه طرفش از دست دادین دیگه. ایج یعنی اگر بچسبونی این کامل یه طرف از بافت از دست میدید. خیلی ریلکس. اوه شارجر قشنگ جا خورد. خود زنبور رو فهمیدن دارن اذیت میشن با این کار، با این فاصله، ولی من مجبورم چون که دیدم زیر تموم قابا هرزه بافی اتفاق افتاده. زنبور رو دیدن روی دوربین نشسته. این از این و این هم از طبقش و از همه مهمتر کندوی ما از این ور بافت اومد به این سمت. پس شیرخوری این سمت دیدیم و طبق معمول طبق عادت همیشگی من عادت همه دوستان خیلی ها میگن شفیره بیاریم بالا، خیلی ها میگن لارف بیاریم بالا، خیلی ها میگن فلان بیاریم. من برگ موم میذارم واسش. چون که این زنبوری که اینجوری داره میدوه نیازی به لارف و شفیره نیست، بیاریم بالا میبافه و طبق معمول کندویی که زیاد باش بر میرین چی باید بدیم؟ یه مقدار خیلی کم شربت. و نه این کندوها عسل آورن، این کندوهایی که عسل آورن نیازی به شربت ندارن، در صورت ور رفتن باشون بهشون شربت میدیم. این درش که این نیست، درش اینجاست. یه کندو دیگر هم ببینیم. مقای یکی دیگر هم ببینیم. همه کندوه قوی هم شد، یه دونه کندوی فقط، دوتا دوتا کندوی ضعیف دیدیم، سه تا کندوی قوی، این چهارمین کندوی نسبتاً قوی. این مادر بچه هاست. مادر بچه ها چه لحاظ؟ این جز اون غولایی بود که یهو دقت کنید بچه این آرامشه رو میبینین چیز جالبی نیست. این کندو ملکش تعویض شده. البته زوری تعویضش کردیم. البته ما خودمون تعویضش کردیم. شاخون زد و ما بچه گرفتیم برای اینکه جمعیت این کندو کاهش پیدا نکنه ملکه رو بچه گرفتیم با ملکه مادر و اینو گذاشتیم که بمونه. نگاه کن قبلا اصلا روی این نمی اومدن. این که وقتی میاد روی این روی برگموم زنبوری که بعد از اینکه بچه میده آرامش پیدا میکنه، یعنی هنوز ملکهش باکر است، زمانی که کم کم شروع میکنه اومدن روی برگا روی قابا، یعنی داره چی به ما میگه؟ میگه کم کم من دارم به کار میافتم. وگرنه زنبوری که بیکار باشه کاملا معلومه، زنبوری که بخواد بچه بده اصلا شما متوجه میشین که انگار یه تعداد مثل از این کارمندا هست اینجا میشینن دمه اداره صحبت میکنن. دقیقاً این هم حالته، میان این روها پرسه میزنن میرن اون جلو نشستن، هیچ کاری رفت آمد زیادی نداره، اون کار رو که باید انجام نمیده. اون زنبور یعنی زنبوری که داره بچه میده به شما، ولی این زنبوری که بعد از دوره بچه دهی نیمه کنید آروم آروم داره کم کم میاد بره روی قابا، این یعنی این که داره کم کم راه میفته و میخواد ملکه جدید عرض اندام کنه اینجا. این کندوهای مادر هم اصولا باید زیاد باشون ور نرین، دلیل داره. اینا طبق نمیخوان، قاب نمیخوان. یه دلیل خیلی مهم که میگم این کندوهایی که ملکشون نوعه نباید باشون ور برین، تا زمانی که دوره جفتگیری ملکه تموم شه، یعنی اینکه مطمئن بشین مثلا از زمانی که ملکه به دنیا اومده 3-4 روز طول میشه تا ملکه سلامت بشه، یعنی کار خودش رو انرژی خودش رو به دست بیاره، بعد از 3-4 روز میره برای جفتگیری. شما حداقل 5-6-7 روز صبر کنید، اون عجله رو نداشته باشید، بعد از 6-7 روز کندوتون رو وارسی کنید. اگر کمتر از اینا وارسی کنید امکان داره به ملکه باکره آسیب بزنید. ملکه باکره آسیب خورد تمام، خدا نگهدار. مثل یکی از دوستانی که ملکه باکره رو پرش چیده بود بعدا از ما سوال کرده بود که ملکه باکره رو پرش رو بچینید توی جفتگیریش تأثیر میذاره؟ من گفتم نداداشم تأثیر چرا بذاره،
تخم میریزه ملخ در میاد. خیلی مخلصیم بچه ها، دمتون گرم، امیدوارم هر جه که هستی شاد باشی، سلامت باشید. ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودید، ممنونیم که اینقدر هم با حمایتهای قشنگتون، با انرژیای مثبتی که دادین به ما انرژی، دمتون گرم. امیدوارم که همینجور ادامه پیدا کنه با لایک ها، کامنت ها، شیر ها، سابسکرایب ها، معرفی خودتون به دوستان زنبورداری که میخوان زنبورداری یاد بگیرن. این پیج به رایگان در اختیار شماست، این شما این که میتونین با تبلیغش بتونین به دوستان دیگتون که میخوان زنبورداری یاد بگیرن علاقه شو درشون ایجاد کنین و بهشون بگین که میتونن از این پیج به راحتی زنبورداری از صفر تا صد شروع کنن و یاد بگیرن واسه خودشون. خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم.